اما اختلاف نظر دولت محمود احمدی نژاد با نهادهای دیگر درباره انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست تامین اجتماعی ادامه دارد. در روزهای گذشته دیوان عدالت اداری نهاد وابسته به قوه قضاییه حکم داد که انتصاب مرتضوی به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعی غیرقانونی است. دولت احمدی نژاد ابتدا این حکم را نپذیرفت، اما شب گذشته با تغییر ساختار تامین اجتماعی عملاً سعی کرده حکم قوه قضاییه را بی‌اثر کند. همکارم آرش سیگارچی در استودیو با من هست. آرش، دلیل این که قوه قضاییه میخواد که حکم ابطال سعید مرتضوی داده اینقدر چیه؟ تو روزهای گذشته میدونم که گزارش‌های در این باره تهیه کردی. در واقع دلایل فنی رو اعلام کرده دیوان عدالت اداری و گفته که آقای مرتضوی دو شرط لازم برای مدیریت بر تامین اجتماعی رو نداره. شرط اول اینه که ایشون باید 5 سال حداقل سابقه حضور در ساختار تامین اجتماعی رو می‌داشته، که خب می‌دونیم آقای مرتضوی عملاً در قوه قضاییه بوده و چنین سابقه ای رو نداره. نکته دیگری که ایراد گرفتن بحث تحصیلات آقای مرتضوی. آقای مرتضوی فارغ التحصیل رشته حقوق هست و دیوان عدالت اداری میگه که ایشون باید تحصیلات مرتبط با تامین اجتماعی میداشته که در این پست مدیر عامل تامین اجتماعی کار بکنه. این پست، این سازمان بسیار مهمیه. میلیون ها ایرانی کارگر بازنشسته حقوق و به قول معروف بنفیت هایی که میگیرن از این سازمان هست و این منافعشون از این سازمان هست و این خیلی برای حکومت میتونه مهم باشه. دلیل این که دولت محمود احمدی نژاد اینقدر حمایت میکنه، اصرار داره به حمایت از سعید مرتضوی چی هست؟ والا قبل از اینکه این رو بپردازم به یه نکته اشاره کنم. ببینید، دولت آقای احمدی نژاد میدونیم که با آقای خامنه‌ای یه سری اختلاف نظر دارن و به نوعی این اختلاف تو خیلی از حوزه ها کشیده شده که الان شاهدش هستیم. مجلس آقای احمدی نژاد احضار میکنه، قوه قضاییه حکم علیه نزدیکان آقای احمدی نژاد میده. به نظر من این ادامه همون ادامه روندی بود که وجود داره. از طرف دیگه خود سعید مرتضوی هم باید در نظر بگیریم که به خاطر وقایع کهریزک تعلیق شده، یعنی شاهد هستیم که ایشون رو به خاطر اینکه حداقل 4 نفر در کهریزک فوت کردن در سال 88 تعلیق کردن و این بر مشکلات افسوده. اما در مورد پاسخ سوال شما که گفتید که چرا آقای احمدی نژاد حمایت میکنه، به نظرم یه طوری آقای احمدی نژاد نشون داده که در مورد کسانی که بهش نزدیک هستن تعصب داره. شما نگاه کنید، علی کردان رو سال 87 مشخص شد که مدرک دکترا نداره، اما آقای احمدی نژاد اصرار داشت که ایشون رو به عنوان وزیر کشور نگه داره. یا میبینیم اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول در دوره دوم ریاست جمهوری ایشون معرفی میکنه، آقای خامنه‌ای ورود میکنه، اعتراض میکنه. آقای احمدی نژاد برعکس رؤسای جمهور قبلی که اینجور موقع اگه نهیبی از طرف رهبر میومد عقب نشینی میکردن، ایشون آقای اسفندیار رحیم مشایی میکنه رئیس دفترش. و حالا مورد سومی که میتونم اسم ببرم خود سعید مرتضوی هست. من تو همه اینا رو که در نظر بگیریم، یه بحثم هست اینه که نظام به هر حال به افرادی مثل سعید مرتضوی نیاز داره. شاید بهتر باشه یه کدی کنم، از یه نقل قولی کنم از یه نماینده آقای احمد بخشایش اردستانی، گفته نظام نیاز به مرتضوی ها برای برخورد با اون چه اون فتنه مینامه نیاز داره. چرا؟ ببینید، سعید مرتضوی در زمانی که میخواست با مطبوعات برخورد بشه، نظام از سعید مرتضوی استفاده کرد. در بازداشت های بعد از اعتراضات سال 88 سعید مرتضوی دادستان تهران بود و اون دادگاه های نمایشی رو راه انداخت. به همین دلیل است که این عضو کمیسیون امنیت ملی میگه جمهوری اسلامی به امثال مرتضوی جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیاز داره. بنابراین اگر اون اختلاف دولت و آقای خامنه‌ای رو کنار بذاریم، به نوعی یک بازی است که از یه طرف سعی میکنن اون اختلافات خودشون رو نشون بدن چون به هر حال منافعی دارن، از طرف دیگه هم نمیتونن کامل به حذف دست بزنن و اون شخص رو از سیستم حذف بکنن. خیلی ممنون آرش سیگارچی که در استودیو با ما همراه بودید.